خب این هم گردن هستش که گردن رو من ازش همیشه یا حلیم درست میکنم یا اینکه در آب گوشت استفاده میکنم. هر دوی این غذاها با گوشت گردن بسیار خوشمزه میشه. ببینید عزیزانی که دقت نمیکنن موقعی که گوشت میگیرن و همینطوری میندازن تو قابلمه و اجازه میدن بپزه، دقت بفرمایید این قسمت غدد لنفاوی هستش، لای چربی ها، و وقتی دقت نکنید اینها رو جدا نکنید اینها مضر هست برای بدن. خیلی باید در تمیز کردن گوشت دقت بفرمایید. ببینید عزیزانی که دقت نمیکنن و این گوشت ها رو به این صورت برمیدارن فقط میشورن میندازن توی قابلمه و میپزه، اینها ببینید این غدد لنفاوی هستش. اینها رو باید حتما از گوشت بگیرید، باعث بیماری میشه. غدد لنفاوی همیشه و همیشه کنار چربی ها خوابیده. غدد لنفاوی همیشه و همیشه یا بین چربی هاست یا چسبیده به چربی ها هستش که شما هر زمان گوشت میگیرید به این صورت. ببینید این قسمت الان غدد لنفاوی هستش، بین چربی ها قرار میگیره. ببینید عزیزان این غدد لنفاوی هست، اینها رو باید حتما بریزید بیرون. پوست روی گردن رو خیلی آروم، پوستشو نه چربیشو، چون بسیار این قسمت لذیذ هستش و خیلی هم خوشمزه میشه، بالاخص توی آبگوشت. چرا که ما اینجا دنبه مثل ایران که دنبه مینداختن توی آبگوشت نیست، این قسمت خیلی جایگزین دنبه میتونه باشه. خب من این قسمت گوشت رو ازش جدا میکنم، برای کباب کوبیده که میخواستم اضافه میکنم. این گوشت رو من برای قسمت کباب کوبیده استفاده میکنم. همین تیکه های کوچیک کوچیک و وقتی شما میبرید و میذارید کنار هم، در انتها میبینید که به اندازه یک وعده کباب کوبیده شما گوشت از اضافات به دست آوردی. موضوع خساست نیست، موضوع روش خانه‌داری و روش استفاده از موادی که شما دارید هستش. من دیدم خیلی ها اصلا نمیدونم باید گوشت رو چطوری ببرن، حتی یه گوسفند بهشون میگه آخر سر 2 کیلو از اون گوشت به دست میاد، گوشت مفید، بقیهش رو همه رو خورد کردن، خراب کردن و قابل استفاده نیست. همیشه لای چربی هایی که هست رو یک چاقو بزنید که ببینید غدد لنفاوی اون زیر نمونده باشه. خب من این گوشت این به این صورت این گوشت ها رو در کوبیده استفاده میکنم که خیلی هم ببینید این غدده، اینا رو شما باید بریزید بیرون. توی مغازه یا سوپرمارکت اینطوری برای شما تمیز نمیکنن به شما بدن، همینطوری اینا رو میندازن چرخ میکنن، چرا که به فکر پول هستن. همیشه سعی کنید خودتون گوشت تهیه کنید و توی خونه، یه مقدار شاید به نظرتون سخت بیاد ولی سالمتره سلامتیتون، اقلا در خطر نیفتده به راحتی. خب این قسمت ها رو هم پوستاشون رو میگیریم به این صورت. زیاد سعی نکنید گوشت رو باز کنید، چون در گوشت گردن چیز خاصی نیست. غدد لنفاوی همون یه تیکه بود که خدمتتون گفتم و دیگه چیز دیگه اضافی وجود نداره که بخواید مثلا پاکش کنید. اینا رو هم که موقع شستن تمیز میشورید
و دیگه نیازی به پاک کردن نداره. این هم گوشت گردن هستش که تمیز و مرتب شد. این رو تمیز میشوریم و در نهایت خب عزیزان ببینید اینم گوشت گردن تمیز و مرتب شد و نه دیگه دارای غدد لنفاوی هست نه هیچ مسئله دیگه ای. فقط این رو باید بشوریم که این خونابه ها از گوشت جدا بشه. خب اینا میذارم کنار و این بخش هم که گوشتای اضافی کنار گردن بود خدمتتون گفتم من اینها رو اضافه میکنم به گوشت کوبیده که برای کوبیده خیلی مناسب هستش.